نماینده سودان در سازمان ملل گفت نامه از رئیس شورای حاکمیت دریافت کرده است که در آن موافقت خود با درخواست دبیر کل سازمان ملل مبنی بر توقف جنگ در ماه مبارک رمضان اعلام کرد. ادریس حارث محمد افزود عبدالفتاح برهان رهبر نظامی سودان از سازمان ملل درخواست کمک کرده است تا نیروهای واکنش سری را ملزم به رعایت تعهدات مندرج در توافق جده نماید. جزئیات بیشتر رو با هم در گزارش هورا عبدالمجید ببینیم. ادریس حارث محمد نماینده سودان در سازمان ملل از دریافت نامه ای از سوی عبدالفتاح برهان رئیس شورای حاکمیت سودان خبر داد که طی آن نامه موافقت خود را با توقف جنگ اعلام کرده است. وی ضمن استقبال از درخواست گوترش برای توقف عملیات‌های خصمانه در ماه مبارک رمضان با اشاره به اینکه نیروهای واکنش سریع هنوز در خانه‌ها و مناطق مسکونی حضور داشته و حملات پیاپی را علیه شهروندان در استان الجزیره آغاز می‌کنند، درباره چگونگی اجرای این کار توضیح خواست. گفتنی است آنتونیو گوترش دو روز پیش خواستار آتش بس در ماه رمضان شده و از دو طرف خواسته بود از طریق توقف اقدامات خصمانه به ارزش‌های ماه رمضان احترام بگذارند. شورای امنیت سازمان ملل هم روز جمعه با تصویب قطعنامه‌ای خواستار توقف فوری خصومت‌ها در سودان در ماه رمضان شد. این قطعنامه با 14 رأی موافق به تصویب رسید و روسیه به آن رأی ممتنع داد. در این قطعنامه ای که انگلیس آن را تنظیم کرده، از همه طرف‌ها در سودان خواسته شد تضمین کنند تمامی موانع ارسال کامل، سریع و ایمن کمک‌های بشردوستانه از طریق مرزها و نقاط مختلف را برطرف کرده و به تعهدات خود در قوانین بین‌المللی انسانی پایبند باشند. سازمان ملل تأکید دارد که درگیری میان ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع در نزدیک به یک سال گذشته باعث شده حدود نیمی از جمعیت سودان به کمک نیاز پیدا کنند و حدود 8 میلیون نفر به دلیل درگیری‌ها آواره شدند. در مقابل این قطعنامه وزارت خارجه سودان 4 شرط را برای تحقق این خواسته لازم دانسته که از جمله آنها خروج نیروهای واکنش سریع از خانه های شهروندان و مراکز عمومی شهری است. این وزارتخانه در بیانیه خود بر لزوم عقب نشینی نیروهای واکنش سریع از دو استان الجزیره و سنار و تمامی شهرهایی که پس از امضای بیانیه اصولی انسانی در 11 می 2023 به آنها یورش کردند، همانند نیالا، الجنینه، زالنجی و الزعین و در ادامه جمع آوری تمامی نیروهایش در منطقه ای مورد توافق تاکید کرد. وزارت خارجه سودان در ادامه بیانیه خود دو شرط دیگر را اعلام و تأکید کرد که نیروهای واکنش سریع باید فجایع و موارد نقض قوانین بین‌المللی انسانی و قوانین حقوق بشری را که نیروهای واکنش سریع در استانهای مختلف از جمله دارفور، الجزیره، سنار و نیل آبی مرتکب می‌شوند و همینطور نقضهایشان در کردفان جنوبی و کردفان غربی را باید متوقف کرد و نیز اموال عمومی و شخصی غارت شده را بازگردانده و عاملان تخریب مراکز عمومی و دارایی‌های مردم محاکمه شوند. همچنین این وزارتخانه تأکید کرد با متوقف شدن جنگ باید اقدامات سیاسی لازم پس از رایزنی‌های گسترده‌ای با تمامی احزاب ملی درباره مدیریت دوره انتقالی اتخاذ شده و پس از آن نیز انتخابات سراسری برگزار شود. از 15 آوریل گذشته درگیری مسلحانه این میان ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع آغاز شد که طبق گزارش‌های بین‌المللی درگیری‌ها تا کنون به کشته شدن بیش از 12,000 غیر نظامی در این کشور منجر شده است. ایالات متحده آمریکا در این زمینه معتقد است که طرف‌های درگیر مرتکب جنایت جنگی شده‌اند. هورا عبدالمجید، اخبار شیعه.